اگه شما هم ویریشیش رو نصب کردی و دوست داری مثل من اینقدر سریع پوشش های گیاهیت رو روی هر سطحی که دوست داری بیاری و بتونی از اون خیلی راحت و سبک با حتی یک سیستم معمولی رندر بگیری بهت توصیه میکنم که این آموزش فوقلاده رو تا انتها ببینی خب ببین توی مرحله اول کاری که باید انجام بدیم اینه که باید بیایم سر وقت کاسماس بروزر اگر که احیانا نمیدونی چطور از این کاسماس بروزر استفاده کنی بهت توصیه میکنم این آموزشی که من رو برات گذاشتم رو حتما بدی با دقت ببینی و بعد بیای سر وقت ادامه همین آموزش وقتی که کاسموس بروزر رو باز کردین این داخل زیر مجموعه ویژیتیشنی که اینجا وجود داره اول نگاه کن یه پریست اینجا برات گذاشتن که داخل این پریست اومده یه سری از پوشش های گیاهی یه سری از تجمع آدم ها و درخت ها رو اومده به صورت تنظیمات از قبل تعریف شده گذاشته که همه اینها به صورت پیش فرض و آماده از همین تکنیکی که من میخوام به تو الان یاد بدم استفاده شده. من کاری الان میام انجام میدم میام اینجا سروقت وقت زیر مجموعی که وجود داره و از این قسمت ویژیتیشن من میام اینجا سر وقت پوشش های گیاهی که دارم اینجا میبینم هر کدومش رو که خواستم دانلود میکنم مثلا میخوام از این استفاده کنم یا حتی از این یکی استفاده کنم و یا شاید بیام این یکی رو هم به سحنم اضافه کنم که میخوام بیام الان از اینها استفاده کنم زمانی که من این کار رو اومدم انجام دادم کار دیگه ای که من میام میکنم اینه که میام خیلی ساده با استفاده کردن از این ابزار یعنی کیاس اسکتری که وجود داره من به سادگی یه کاری شبیه به فارس پک میام انجام میدم بچه ها این کیاس سکتر خیلی قویه من فعلا یه کوچولو دارم اینجا به اتیاد میدم توی دوره ای آوانگار راجبش صحبت شده آموزش داده شده حتما از دوره آوانگارد استفاده کنی تا بتونید این کیاس رو و بقیه ویژگی های جدید ویره 6 رو کامل اونجا یاد بگیرید زمانی که من اومدم کیاس اسکتر رو فعال کردم فقط کافیه با کلیک و درک بیام اینجا نمادش رو قرار بدم وارد صفحه مودیفای بشم از اینجا با استفاده کردن از دیستریبیوت آن تارگت آبجکتی که وجود داره این صفحه پلین رو انتخاب میکنم و داخل این یکی قسمت آبجکت هایی که قرار دیستریبیوت بشن پخش بشن روی این صفحه حالا آبجکت های دیستریبیوت من چی من بیام سنس اکسپلورر باز کنم ببینم چی یکیش این آبجکته این آبجکته و این یکی آبجکته هر سه تاشون رو من انتخاب کردم به همین سرعت اومد اسکترش کرد و زمانی که من بیام الان از کاری رندر بگیرم میبینم چقدر ساده این دیستریبیوشن و پخش برای پوشش های گیاهی من انجام شده من به همین سادگی با همین سرعت و به همین سبکی تونستم بیام اینجا این پوششی گیاهی رو روی این سطح پخش کنم حالا ممکنه هر سطحی باشه یه سطح شیبدار باشه ممکنه بخوای یه جنگل ایجاد کنی بذار اینجوری بهت بگم هر کاری که با فارست پک میتونستی تا امروز انجام بدی همه اون کارها رو شاید یه جورایی با کیفیت بهتر هم میتونی بیای با همین کیاس اسکتر بیای انجام بدی بهت توصیه میکنم که اول از همه برین کیاس سکتر رو توی اینترنت مطالعه کنی خیلی ساده است از ازش استفاده کردن نگاه به ظاهرش نکنی یه عالم پارامتر رو متغیر داره نه خیلی آسونه و دوم بهت پیشنهاد میکنم که از پریست هایی که اول فیدو بهت گفتم داخل کاسماس از اونها هم استفاده کنی خیلی خوشحال میشم که نظرت رو راجع به این ویدیو برام کامنت بذاری و به ما بگی که از این کیاس اسکتر چه استفاده های دیگه میتونیم انجام بدیم